دکتر فرهنگ اولاکویی از با ما هستن امروز چهارشنبه است. دکتر اولاکویی درود بر شما، خوش آمدید. درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون جامعه بود. دکتر اولاکویی، تو این هیس و بیس خب ما صداهایی میشنویم که قصدشون ایجاد جدایی است، نقار بین ما، شکاف، یعنی تمام تلاشا رو میکنن، همه رقمه، همه قسمش هست. یک قسمش که به نظر میرسه بخش از پروپاگاندای حکومت اسلامی است، ایجاد ترسه. ترس یعنی جنبش ترسی، اینکه این جنبش ممکنه ما رو به همون مسیری ببری که سوریه رو برد، یعنی سوریه در اینا تکرار بشه، و ایجاد وحشت که اگر ما بریم چه خواهد شد. سراپا گوش. قبلا هم در فرصت هایی که بوده در برنامه شما و یا شنوندگان خوب عزیز که مطالبی رو مطرح کردن، من نظرم رو عرض کردم. به نظر من هیچ دلیلی وجود نداره، حتی اون شرایط اجتماعی ایران و سازمان‌ها و زمینه‌های فرهنگی و مردمی که در اون زندگی می‌کنن با سطح آگاهی و دانایی که دارند، هیچ دلیلی برای اینکه درگیر یک اختلاف داخلی بشن وجود نداره. الان آنچه که به نظر می‌رسه این است که مردمان در مقابل حکومت و یا دولت یا رژیم، و از این نظر همه یک پارچه‌اند. شما تفرق و تفاوتی نمیدید، فقط مردم به شدت و به گونه‌های مختلفی در این مخالفت با رژیم با هم همراهند. حتی کسانی که منافعشون به هر حال در بودن و یا همراهی با این رژیمه، به حساب خودشون انتقاداتی، اعتراضاتی بر کارکرد اون دارن و یا راه و روشی رو که داره پیش میبره و یا احتمالاً در جهت حل بحران داره حرکت میکنه. امروز من فقط یک قسمت کوتاهی باید یک اعترافی بکنم. من همیشه درباره انتخابات امریکا از قبل نظری داشتم، بعدش هم همچنین، هر حال به حساب خودم یه تفسیری و یا تحلیلی میکرد. اما در این انتخابات امریکا به دلیل دلمشغولی من با ایران، شاید یک پنجاهم وقتی که در گذشته من برای این کار صرف میکردم انجام دادم، اونم فقط برخی از اوقات از سر گرفتن یه عنوان خبرها بود. امروز چند دقیقه‌ای مطالب آقای بایدن رو میشنیدم، جمله جالبی گفت، فکر کنم حرفش این بود که پدر من میگفت ما انتظار نداشتیم که دولت مسائل ما را حل کنه، ولی این حداقل انتظار رو داریم که دولت از مسائل مشکلات ما واقف باشه، یعنی بدون ما چمونه. خیلی برای من جالب بود، یعنی یه نکته ای بود که حداقل این انتظار از یه رژیمی، از یه حکومتی هست که موضوعها، مسائل و مشکلات خودش یا مردم و یا کشورش رو بدونه. اما با توجه به حرفایی که زده میشه میبینیم اصلاً صورت مسئله برای اونها چیز دیگری است و یه همچین خبر و اطلاعی ندارن. بنابراین اگر حرفی زده میشه اثر آگاهی نیست، در یه تجزیه و تحلیل جامعه شناسی، کمی روانشناسی اجتماعی میشه نشون داد که اون زمینه هایی که ما برای درگیری و برخورد منطقه‌ای در داخل یک کشور داریم که به عنوان یه نوع برخورد ملی شناخته میشه، ابداً وجود نداره. حتی به اندازه سرسوزنی شما نمیبینید که اینجا مسئله باشه. در جهت با وجودی که در مرزهای ایران حالا به یک اعتبار اقوامی و گروههایی ساکن هستن که زبان متفاوتی، فرهنگ متفاوتی، گذشته و تاریخ برخی از اوقات در بعضی از زمین ها متفاوتی دارن، اما همه به دلایل بسیار که میشه راجبش صحبت کرد، موضوع اصلی و اساسی ایرانه. بعد آنجا که بهش تعلق دارن یا به گروهی که مرتبطن، یعنی درست مثل ایمونی که شما به هر حال مادرتون یا پدرتون یا خواهر و برادرتون اصلا، حالا پسران خاله و دختران عمه هم جای خودشون دارن، و به نظر من نه ایران در معرض خطر
تجزیه است، اصلا خنده داره اینا، نه در مسیر جنگ داخلیه و بنابراین همه این حرفا کاملا بی پایه و بی اساسه و جایی هم برای توجه به اون نیست. اینکه یه عده‌ای به دلایل خودخواهیشون، به دلایل خودبزرگبینیشون، به دلایل برخی از اوقات کوتاه نظریشون ممکنه بخوان از یه فرصتهایی استفاده کنن، درش تردیدی نیست. و اینکه یا اصولا به خاطر ایجاد اختلاف و تفرقه برای حکومت کردن ساده تر و راحت تر و یا کنترل اوضاع ممکنه به این حرفا و شایعات دامن بزنن، هم توش تردیدی نیست. ولی اگر فرض کنید یک کسی مثل من که کم میدانه، حتی به اندازه سر سوزن نگران مسائلی از این قبیل هست، بعد از احتمالاً فروپاشی یا سقوط رژیم و یا حکومت جمهوری اسلامی، اصلا من به ذهنم و به مخیلم نمیام و دلیلی برای اون نمیبینم و نمیشناسم. تشکر از توضیح. آقای دکتر لاکی، مشکل اساسی این شده که من توی رسانه‌های خیلی مهم و کلان هم شنیدم از طرف شخصیت‌هایی هم که همه چهره‌های به نامی هستن در رشته‌های مختلف از جمله علوم سیاسی، یه مشکل بزرگ این شده که وقتی میپردازن به تجزیه و تحلیل اوضاع امروز، بلافاصله میرن به نزدیکترین حادثه، یعنی همین انقلاب اسلامی در ایران، و سعی میکنن مقایسه کنن امروز و دیروز رو با هم مقایسه بکنن، و در حالی که انقلاب ایران محصول خداحافظی بوده با علم، محصول خداحافظی بوده با تجربه های تاریخ و چسبیدن به احکام جزمی و یک حاکمیت بیچون و چرا از حاکمیت مذهب باشه، خیلی متفاوته با امروز. هم عناصر شکننده اون انقلاب خیلی متفاوتن با عناصری که امروز ما اونها رو تو خیابونا میبینیم، یعنی نسل جوان ایران با تفکر دیگه. در واقع این انقلاب عصر دیجیتاله، یعنی اولین انقلاب بشر در تاریخ، در این محدوده ای که ما بهش میگیم عصر دیجیتال. میخوام شما هم در این زمینه نظرتون رو بدید، ببینیم که آیا این قیاس کردن با دوره انقلاب، نتیجه گیری هایی که اغلب ما رو گمراه میکنه، ثوابه. جامعه بودی، من بارها حتی خدمت خودتونم این نکته رو عرض کردم، از یادآوریش متاسفم، هدفی جز روشن شدن مسئله ندارم. من در ایران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که آمار در دانشگاه و روش های تحقیق یا متدولوژی رو درس می دادم، حتما هر یک سال در میون بحثی داشتم تحت عنوان اینکه تجزیه و تحلیل های تاریخی با وجود آشنایی از کلیت مسئله به هیچ وجه مبنای استدلالی و یا قیاسی که فرمودید رو ندارن. تا اونجایی که اصلا بحث این بود که تمام جنبش های اجتماعی، چه انقلابی چه اصلاحی، اگر 100 تا باشه به هیچ وجه شباهتی به هم ندارن، و در نتیجه هر کدوم برای خودشون یه رویدادند، یعنی یه رویداد جداست. درست مثل یه آدمی که فرض کنید میمیره، یه دفعه است اون آدم، در خصوص اون آدم ما تکرار را نداریم. اصلا علم از کجا به وجود میاد؟ علم یا اون برداشتی که فرمودید یا نتیجه گیری که جمله درستش هست، وقتی که یه پدیده‌ای که ثابت و واحده در شرایط کنترل شده هزاران بار تکرار میشه و همیشه از یه راه به یه نتیجه میرسه، ما قاعده رو میسازیم. ما اصلا با 5 تا حتی 50 تا برخی از اوقات 500 تا اتفاق نزدیک به هم نمیتونیم قاعده و قانون بسازیم. بنابراین تمامه، مخصوصا ما این انقلاب با توجه به زمینه تاریخی و جغرافیاییش، تمام انقلابات دنیا در نوع خودشون منحصر به فردن، یونیک و استثنائیان و هیچ شباهتی به هم ندارن. عرض کردم کلیات رو، حالا اگر لازم شد اشاره میکنم برداشت ها کدامه، ولی این برداشت ها حتی در یه تجزیه و تحلیل مارکسیستی که مسئله زیربنا و روبنا هست، مخصوصا بعد از اینکه با نوشته‌های ماکس وبر که جوابی است به مارکس، یعنی دو تا از ثغور جامعه شناسی
قرن 19 هم آشنا میشیم، برخلاف حتی مارکس که معتقد زیر بناست که اقتصادی که رو بنا رو میسازه، ماکس وبر در کتاب خودش انقلاب صنعتی و جنبش پروتستانیزم حرفش این است که جنبش مذهبی است که انقلاب صنعتی رو به وجود آورده. یعنی اینجا مذهب بوده که موجب انقلاب شده و موجب تغییرات اساسی و بنیادی اقتصادی شده، نه برعکسش. یعنی میخوام بگم موضوع تا این اندازه از جانب حتما دو تا از بزرگترین متخصصین علوم اجتماعی اینگونه ارائه میشه. پس اصلا من باوری به این ندارم. حتی شما انقلاب مشروطیت 1906 رو با انقلاب 1979 که 63 سال بعدش هست ابدا نمیتونی جز شاید 5% موارد مربوط به این انقلاب رو بشناسید. بله ممکنه 30% هدفها و آرزوها نزدیک هم بوده، تحقق پیدا نکردی تا بعدش که باز تازه بدتر هم شد اگر که حتما بهتر نشد. بنابراین اصلا این تجزیه و تحلیل ها برای من هیچ معنایی نداره. یعنی یک کسی بخواد الان رو با مسئله 79 مرتبط کنه یا 1906 انقلاب مشروطیت ایران. اما اشکال کار یه چیز دیگه از جامعه بودی. بسیاری از افراد دلسوز علاقه من به ایران و ایرانی، بسیار حساس، معمولا با خودشون یه نگرانی دارند و درست مثل نقشی که فرض کنید مادران در ارتباط با پدران در جهت اینکه فرزندشون دیر آمده داره، یعنی به همین سادگی میتونم عرض کنم. پس من عیب و ایرادی روی کسی نمیگذارم، اما عرض من این است که افرادی که مقدار حساسند، علاقمندند، نگرانند، اصولا این با خودش میاره. نتیجتا حرفشون این است که انقلاب قبلی رو هایجک کردند، دزدیدند و با وجود که یه چیزی بود تبدیل به یه چیز دیگری شد. و برخی از اوقات حرف این است که اگر در ایران تغییر رژیمی اتفاق بیفته باید مواظب باشیم که دو مرتبه این اتفاق نیفته. اشکال کار این دوستان علاوه بر مطلبی که در قسمت اول عرض کردم که اصلا هیچ کدوم از اینا با هم قابل مقایسه نیستن، مطلقا این مسئله درست نیست. من درست خودم از سال 73 تا فرض کنید 77، دو سال قبل از انقلاب در ایران بودم، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم، درس کلکتیو بیهیویر، رفتارهای جمعی رو میدادم. بحث از اصلا درباره جنبش‌های اجتماعی، جنبش اصلاحات و انقلاب بود. تازه درس جامعه شناسی اخلاقی و قانونی رو میدادم که به این مرتبط بود در جامعه شناسی سیاسی. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم در جریان این موضوعها و مسائل بودم. اجازه بدید جامعه بودی این نکته رو خدمتتون عرض کنم. بارها هم حتی نه تنها در انجمن جامعه شناسان که گفتگو بود، کاملا در جزئی که نوشتم حرف بر این بود که انقلاب بعدی ایران 100% انقلاب مذهبی است. یعنی اصلا مذهبیون شروع کردن، بیشترین عامل عامل مذهبه. یه چیزی بین 80 تا کمی بیشتر 80,000 مسجد وجود داره. اینا از یه آزادی های امکاناتی برخوردارن، یه شبکه فوق العاده مالی بازار پشت سرشونه، تازه مسائل کشورهای خارجی هم به دلایل بسیار دارن که تو اون یه نقش 6-9% از در من داشت. ولی همونطور که بارها عرض کردم من 17 تا عامل رو در قبل از انقلاب علت انقلاب ایران میدونستم که نه کمتر از 1% بود نه بیشتر از 15%. هیچ کدوم از این عوامل این نقش سیاست خارجی، حالا تو تجزیه و تحلیلی میشد بین 6-9 متغیرش کرد برای که ناشناخته بود، بقیه موضوع رو میشناختیم. حتی بزرگترین عامل بعد از مذهب به نظر من جمعیت بود که لازم شد خدمتتون عرض کنم. بنابراین دوستان اشتباهشون این است که انقلابی که در سال 79 یه انقلاب کاملا مذهبی بود و اونها قدرت رو به دست گرفتن. اینکه دوستان چپ ما فکر میکردن که میان کنار اینا ائتلاف میکنن و در حقیقت سیاه و سرخ با هم میسازن، بعد وقتی که انقلاب انجام شد مذهبیون رو پس میزنن و خودشون قدرت پس کردن، یه توهم ذهنی بود که اونا داشتن. ابدا برای همچی چیزی جامعه ایران آمادگی نداشت، اصلا مطرح نبود. حتی گروه مجاهدین که یه جنبه دوگانه‌ای داشتن از نظر نزدیکی و دوری با آنچه که آیت الله خمینی داشت یا کار او بود، در کتاباش نوشته بود میخواد چی کار بکنه،
ماها این کتابا رو نخونده بودیم و در این حال یه ذهنیتی با دکتر شریعتی و طالقانی و فرض کنید مطهری و اینا پیدا شده بود، اینا توهمی رو به وجود آورده بودن که اینا که هیچ کارن آخوندا شاه رو و حکومت شاه رو سرنگون میکنن. به چند هفته حتی نمیرسه که ما جای اونا رو میگیریم میذاریمشون کنار، حرمت و احترامشون هم داریم برای که به هر حال در انقلاب نقش مهم میداشتن. بنابراین اصلا انقلاب ایران هایجک نشد، اصلا انقلاب ایران درش دزدی نشد. یه مقدار شاید اگر بحث دزدی مطرح باشه، یه مقدار بچه دزدی که سرشون نمیشد که حتی بازی بازی میکردن چیزایی یواشکی هم کلاسیشون برمیشتن، فکر کردن میتونن به جنگ کسانی برن که کاملا سازمان یافته و آگاه عمل میکردن و بعدش هم ادامه دادن. بنابراین این توهم و تصور که انقلاب ایران انقلاب نمیدونم دموکراسی بود، انقلاب چپ بود، اصلا نبود. حتی کوششی که انقلابیون چپ میکردن این بود که به یه جنبه‌ای اشاره کنند از اسلام و قرآن که خودشون نزدیک کنند. همطور که همه بیشتر و بهتر می‌دونن، در 13 سالی که حضرت محمد در مکه بودن کاملا لحن بسیار ملایمه. من میتونم مثلا آیاتی رو بخونم که همکاری با هم است، حتی با کافرون که آخر اون آیه کافرون است، لکم دینکم ولی دین، دین شما مال شما، دین ما مال ما، کاری بکنم نداریم. حتی قبله بیت المقدس بود، یعنی با یهودی ها و مسیحی ها مسئله ای نداریم. و این دوران مدینه بود که دوران نوعی اسلام آرامه، تا اونجایی که وقتی حضرت محمد با مشکل روبرو میشن ناچار به هجرت میشن، اونم هجرت به صورتی که شبانه هست، پنهان هست، با داستانهایی که در موردش میشناسیم که از مکه به مدینه تشریف میبرن. اما در مدینه بعد از یکی دو سال که قدرتی به دست میگیرن، به یک بار تمام لحن آیات عوض میشه و حالا اصلا موضوع همکاری نیست، همکاری با یهودیان و مسیحیان نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا یهودا ولا نصارا اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید یهودی رو مسیح رو دوست خودتون نگیرید. اصلا نمیخوام آیاتش رو کنم، فقتل المشرکین کافتون، انما المشرکون نجسون، فقتل المشرکین کلها، یعنی یک دفعه تمام سیستم عوض میشه. حتی وسط نماز ظهر قبله از بیت المقدس میره به سمت مکه، قد نرا تقلب وجه کف السما، وسط نماز دو رکعت خونده شده. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، حالا دوستانی که در ایران چپ بودن برای که خودشون رو اصلا به این دوستان مسلمان بچسبونن و نزدیکی ایجاد کنن، که عرض کنم از جای دیگه هم بودن، میگفتن ما ملاکمون آیات مدینه است نه دیگه مکه. شیعیانی که با آیات مکه بزرگ شده بودن و اون روح مظلومیت رو داشتن و در نتیجه حضرت امام حسین سرور شهیدان بود، حالا یک مرتبه در این دوران میشه سرور آزادگان. یعنی این ماجرا دیگه مسئله مظلومیت نیست، اینجا مسئله قدرت و استفاده از اون نیروست. و این نزدیکی ها وجود داشت، حتی شما دفاع گل سرخی رو میشنوید که چگونه موضوع رو به هم مرتبط میکنه. بنابراین اون نزدیکی که هم اسمش هست ائتلاف، کولیژن، وجود داشت. ولی این مسئله این گونه نبود که انقلاب انقلاب دموکراسی باشه یا حتی موارد دیگه باشه. البته در یه جا مشترک بودن، اساس اسلام به مقدار زیادی میشه گفت بر عدالت، یعنی توحید، نبوت و معاده، و معاد برای اجرای عدالت بهشت و جهنم. تازه در شیعه عدل است و امامت، یعنی از پنج اصلی که به عنوان اصول دین و مذهب است، دو تاش اصلا بحث عدالته. و مسائل مارکسیستی هم که اصولا بر مبنای برابری در مفهوم دقیق عدالت. خب این شباهت ها اونجا وجود داشت، این توهم رو وجود داشت که ما یکی هستیم، در حالی که نبودیم. ضمناً این بچه های چپی که بودن، حتی استادانی که من باشون کار میکردم، مایه های مذهبی هم داشتن. بنابراین در یه دانشگاهی مانند دانشگاه دانشمندی دانشگاه تهران که 41 استاد فول تایم به اصطلاح داشتند، غیر از 4 نفر بقیه یا چپ بودن یا مذهبی بودن. حتی رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اون سالهای آخر آقای غلام عباس توسلی بود، غلام عباس توسلی بود. ایشون همون کسی است که وقتی که آقای خمینی
حکم نخست وزیری بازرگان رو بهش میده در اون بالا نشستن، اون کنار یه آقایی است که نشسته با ریشه و داره ظاهرا یه چیزایی مینویسه. ایشون این آدمه که بعد از انقلاب شد رئیس دانشگاه اصفهان، این رئیس بخش جامعه شناسی ما بودن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم، ما درس‌ها رو بعد از ظهر نمیذاشتیم، بلکه از ساعت 1 و 2 بعد از ظهر از 1500 تا دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، شما جدا از دانشگاه بودیم، بیش از نیمی از اونها به سمت حسینی ارشاد میرفتن و بنابراین کلاس‌های بعد از ظهر ما آوردیم همه به کلاس‌های صبح. خوشبختانه اتاق به اندازه کافی داشتیم، تالار اجتماعات بود، میتونستیم همه رو در حقیقت بذاریم فرض کنید از 8 صبح تا 2 بعد از ظهر کلاس‌ها بتونه همه درس ها داده بشه، ولی بعد از اون برنامه ای نبود، حتی برنامه شب به یک اعتبار کنار رفته بود. چرا؟ به خاطر اینکه شما با یه جامعه روبرو بودید. تازه دانشگاه ما اصلا دانشگاهی به اون صورت مذهبی نبود، بیش از یک سوم دانشگاه حتی شاید 40-45% دختر بودن و اونا برخلاف بعضی از دانشگاه ها مثل دانشگاه فنی یا دانشگاه اون زمان آریامر یا شریف که کاملا جنبه تند و افراطی مذهبی داشتن نبود، ولی با وجود این دانشگاه به یک اعتبار بعد از دوران تعطیل بود و این تعطیلی به سمت مسائل مذهبی بود. ما در خود دانشگاهمون نمازخونه داشتیم، تو خود دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و یه عده اونجا به نماز می ایستادن. بنابراین این توهم و تصور که یه انقلابی بود و یه عده آمدند و زدن در دست ما بردن، اصلا برای من باعث تعجبه. بعد توهمات و تصورات شما بود، اما واقعیت ها نبود و بعدم در مقابلشون، در مقابل اون نیرویی که وجود داشت، مقاومتی نبود، مقاومت بسیار محدود بود. تازه اگرم بود از جانب فرض کنید مجاهدین بود که اونا یه نزدیکی داشتن و یه نقش فوق‌العاده‌ای در انقلاب داشتن. اینا رو به این جهت عرض میکنم که وقتی من میشنوم دوستان فرضشون بر این است که انقلابات ممکنه وسیله کسان دیگه دزدیده بشن، همینجوری معطل میمونم راجب چی دارن حرف میزنن. و اگر راجب انقلاب ایرانه که ابدا نبود، انقلاب ایران یه انقلاب اسلامی بود، استقرار حکومت اسلامی بود. ممکنه شما بگید 97% 98% رأی ندادن، ولی باید بپذیرید بیش از 80% رأی دادن به جمهوری اسلامی، اونی که نمیشه انکار کرد. و درست است که گزینه دیگری نبود، ولی اون قطعه همچنان فشاری نبود، صلاح این بود که این کار رو بکنن. بعدم جامعه میبادی، آخه یه واقعیتی جامعه ایران داره. میدونید در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ما یه علاوه بر فرض کنید جامعه شناسی و مردم شناسی و اقتصاد و تعاون، اصلا یه لیسانس میداریم به اسم جمعیت شناسی و حتی رئیس اون جمعیت شناسی برای سالها یکی از بهترین متخصصین جمعیت آقای امانی بود که اتفاقا از زمانی که من از دانشگاه آمدم برای سبت کارم دوره در حقیقت مطالعاتیم به امریکا سال 77، ایشون رئیس دانشگاه هستم بود، اصلا فول پروفسور اونجا بود و بنابراین جمعیت شناسی رشته مهمی بود. شما با آمار ایران نگاه میکردید سال 76 که سرشماری شده بود یا بعدش، خب یه چیزی که بسیاری از دوستان شاید ندونن این بود که نزدیک 97% حتی 98% جمعیت ایران مسلمانند. شما ممکنه 12-13% حالا با تعاریفی سنی داشته باشی، ولی 97-98% مسلمانند. کل اقلیت های مذهبی 2% هم نبودند. یعنی الان هم فرض کنید با 80 یا 85 میلیون که شما اگر 2% باشه میشه 1,700,000، حتما 1,700,000 دوستان مذاهب دیگه نبودند و نیستند. اون زمان هم حتی 2,700,000 نبودند، حتی نصف این هم نبودند. تازه بیشترین اقلیت رو بهایی ها داشتند، بعدش مسیحیان و ارامنه داشتند، بعد یهودیان، بعد زرتشتیان. روی هم به نظر من به 2% هم نمیرسیدند، تازه با مثلا جمعیت اون زمان 40 میلیونی، یعنی حتی 800,000 نبودند. خب شما در یه جامعه ای که 97-98% مسلمانند، بعدم میخواید یه جنبش اسلامی را بندازید و بعدم میخواید اون استقرار اون حکومت رو بکنید، فرض بر این است که کسای دیگه میخواستن، انقلاب مال اونا بوده، کسای دیگه بردند و دزدیدند، بنابراین خبری نیست. الان هم جامعه بودی، نه خطر جنگ داخلی است، نه خطر تجزیه است، نه خطر این است که کسی انقلاب رو ببره به دزد، مواردی از این قبیل. موضوع هم امروز خیلی خیلی روشنه، یعنی اصلا تکلیف روشنه. یک جامعه ای که اعلامیه جهانی حقوق بشر رو میخواد مبنای قانون اساسیش باشه،
بر مبنای اون قوانین و حقوق مدنی تنظیم بشه. بر مبنای اون چون برای حفظ این قانون حقوق جزا یا قوانین کیفری بر اساس اونچه که در جهان پذیرفته شده است اعمال بشه و موضوع مهم به دلیل ویژگی خاص جامعه ایران آنچه که به عنوان قانون خانواده هست یا حقوق خانواده است برای زنان و مردان با حق انتخاب برابری پذیرفته بشه. و در این مجموعه دو تا چیز دیگه میاد: یک، دین از حکومت جداست، نه از سیاست. اون اشتباه رو نباید کرد، سیاست و دین با هم آمیختن، برای که هر دوتای باورند، ولی دین از حکومت جداست. و دوم، آنچه که حاکمیت ارضی و یا تمامیت ارضی کشور حفظ بشه. به همین جهت من بارها عرض کردم، من به هر کسی، چون من نه سیاسیم به اون مفهوم، نه به مفهوم عامش هستم، فعال سیاسی نیستم، من به هر کسی رأی میدم که بگه اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی است، تأکید کنه برای که سوء تفاهم نشه، دین از حکومت جداست، تمامیت ارضی ایران پذیرفته میشه. هر کس به من اینو بگه که کوتاه است و مشخص، من حاضرم برای هر پستی به او رأی بدم. و به همین جهت هست که مطمئنم ما یه همچین چیزی رو با حتی یه توضیح ساده مشخص خواهد بود. ایرانی به دنبال اون چیزی است که در دنیا بهش میگن آزادی، که البته رهایی و آزادیه، دموکراسیه، لیبرالیسم، به این معنا که ما آزادیم در اندیشه. بیا فکر کنیم ببینیم به چه توافقی یا اجماعی میرسیم. بنابراین یه زمینه دموکراتیک همراه با لیبرالیسم، همراه با موضوع رهایی و آزادی و اتکا به اعلامیه جهانی حقوق بشر که فقط 3 صفحه است، و من به زودی تو رادیو خواهش خواهم کرد یکی از همکاران، شاید برنامه صبح، روزی یکی دو تا از این مواد که همش 30 ماده است بخونن و از متخصصین بخوان اونا رو توضیح بدن. مسئله ساده مشخصی است، مبناست. علاوه ما در دنیایی هستیم که الان قوانین اساسی کشورها نوشته شده، دقیقاً میدونن تغییراتی که با درش داده بشه کدامه، میدونن با توجه به شرایط ایران کدام خیلی راحت میتونه متناسب بیشتر با ما باشه. یعنی یه چیز عجیب و غریبی نیست که ما دو مرتبه باید اختراعی بکنیم، نه، همین اختراعی که هست رو با توجه به شرایط خودمون یه کمی میتونیم تغییر برش بدیم، دستکاری کنیم که متناسب باشه با اوضاع و احوال اجتماعی و فرهنگی ما، و این مسئله راحت است. بنابراین من ابدا نگران هیچ حادثه‌ای در مسیری که به نظر میرسه کاملا انقلابی است و اگر منجر به انقلاب بشه، پشتش اینکه نگرانی برای من از هیچ جهت وجود داشته باشه ابدا نیست. تشکر از توضیح شما. تو چه بکنی؟ خب ما میدونیم که زمان، اصلا محدوده زمانی هر اتفاق و رویداد، خب یه فاکتور خیلی مهمی است توی بررسی های هم جامعه شناسی هم سیاست و هر کار دیگری، یعنی باید عنصری باشه که خیلی روش حساب بشه، نمیشه اونو فیلتر کرد. و جالبه که اغلب کسانی که مقایسه میکنن این انقلاب رو با انقلاب گذشته و به نتیجه‌گیری های غلط هم میرسن، این فاصله زمانی رو از یاد میبرن، انگاری اتفاقی به نام انقلاب اسلامی همین امروز رخ داده، در که فاصله بینش حدود مثلا یه چیزی نزدیک به 1000 ساله، درسته 43 سال رخ داده، ولی اگر به شعارها گوش بکنیم متوجه میشیم که واقعا اینا یه فاصله 1000 ساله رو این نسل جوان پشت سر گذاشته. همونطور که شما گفتید اون انقلاب 57 مذهبی بود، این انقلاب نمیگم ضد مذهبی ولی غیر مذهبی است، لایک، سکولار، اون علیه حرکت زمان بود، چون نگاهش به سطر اسلام بود، میخواد ما رو برگردونه به عقب. این انقلاب درست روی امواج زمان حرکت میکنه. اون انقلاب دیروزی بود، این انقلاب امروزی و فردایی است، یعنی به سمت فردا داره. میخوام روی این موضوع زمان و اهمیتش هم تاکید بکنید. من فکر میکنم که قضیه برای خیلی ها شاید حل شه. جامعه بودی اجازه بدید من
یه کمی به قول معروف اصطلاحا میگن کلاه جامعه شناسی رو بذارم کنار، یه کم کلاه روان شناسی رو بیارم دوتایی مخلوطش کنم، گرچه من روان شناس نیستم، یعنی روانی اجتماعیش کنم. علت چه عرض میکنم چیه جامعه بودی؟ ببینید، من اگر شما سیدی شخصیت سالم من، سالم و نرمال رو بشنوید، من 100 تا صفت برای انسان سالم قائلم. یکی از اونا اینه که انسان سالم به ضرورت زمان و مکان کار داره. یعنی این زمان و مکانند که تعیین کننده این است که اینجا چه کاری درسته، خوبه، مناسبه، ضروریه. حالا این ذهنیت، ذهنیت آدم لیبراله، آدمی است که با واقعیت و علم و عقل کار داره و زمان و مکان رو به عنوان دو تا عامل وارد صحنه میکنه. اما عزیزانی که این گونه استدلال میکنن معمولاً زیربنای ذهنی روانیشون اگر چپ باشند جبر تاریخ. ببینید، لغت جبر تاریخ یعنی یه قطاری است که از این ایستگاه‌ها میگذره، همونطور که مارکس میگه هیچ کارش هم نمیتونید بکنید، فقط یه کمی در مورد زمانش بحثه. و الا ما از اشتراک اولیه فرض کنید به فئودالیته میریم، بعد به بورژوازی میریم، بعد به کپیتالیسم میریم، بعد به کمونیسم میریم. اصلا به همین جاست که حرف در بحث مارکسیستی، لغت رو لطفا توجه کنید، دترمینیسم هیستریه، یعنی جبر تاریخه. تاریخ ما رو به اونجا میبره، مثل یه بچه 6 ساله که از 5 سالگیش بزرگتره. شما هیچ کارش نمیتونید بکنید، هیچ وقت نمیتونید بچه 5 ساله و 6 ساله رو عین هم نگه دارید. برای اون بحث اشکال کار مذهبی اون چیه؟ باورشون بر این است که خدا و اراده خدا این مسیر رو مشخص میکنه. یعنی اونا به یه نوع جبر الهی باور دارن. یعنی جبر الهی مذهبیون با جبر تاریخی مارکسیستی زمین ساز ذهن بسیاری از افرادی است که تجزیه و تحلیل میکنن و بنابراین آگاه و ناآگاه متوجه نیستن که مسئله زمان و مکانه. مطلبی که شما فرمودید خیلی خیلی مهمه. حرکتی که در ایران بود یه حرکت ارتجاعی بود، حرکت بازگشت به گذشته بود. جهان همه جا داشت میرفت جلو، ما تصمیم گرفتیم بریم عقب. اما این دفعه جوانان ما به دلیل آگاهی که از زمان و مکان دارند، نه بزرگ سالان ما که صحبت از تاریخ و گذشته میکنند، آمدن آینده رو بر اساس ضرورت زمان و مکان به نوعی شناختن و به همچه است که زبانشون بسیار متفاوته از افراد بزرگسال. انقلاب قبلی ایران خشم جوانان بود به رهبری بزرگسالان، امروز خشم جوانان به رهبری جوانان. زیباییش هم در اینه که این خشم به مراتب عمیق‌تر و ریشه دارتر در خانماست، به دلیل تمام تفاوتهایی که میان زن و مرد بوده تا پسران و یا مردان، و به همین که رهبری و هدایت بر اونهاست و بعد حضور و وجودشون در صحنه تظاهرات که اصلا ماجرای جنبش انقلابی ایران رو تبدیل به موضوعی بسیار مختلف و متفاوت کرده. یعنی اگر همین جمعیت حتی دو برابر این در تظاهرات شرکت میکرد ولی مردانه بود، حتی نیمی از این تأثیر رو نه در داخل و نه در خارج که ابدا نمیداشت به هیچ وجه. بعدم اون شعاری که بسیار پرمعناست، یعنی یه دفعه فکر میکنن مثل شعارهاییست که همین گونه آمده، نه، مسئله زن به عنوان کانون و محورش، و مخصوصا باز برای چندمین بار تکرار میکنم، زن تنها مطرح نیست، مادرم، دخترم، خواهرم، همسرم و انسانهای دیگه مطرحند. مسئله زندگی که ما اومدیم این دنیای فانی رو خوب کنیم، انتظار نداریم بریم دنیای باقی رو درست کنیم. حتی گفته شده کسی که در این جهان اون رزق و پول رو نداره اون دنیا هم نداره. شاید جمله‌اش یادم بیاد، یکی از احادیث است که مثلا دکتر شریعتی خیلی حرف میزد که کسی که معیشت نداره، معاد نداره،
جمله‌اش دقیقاً یادم نیست. یعنی ما این دنیامون باید خوب باشه تا اون دنیامون هم خوب باشه، در حالی که باوری که ما داده بودن این بود که نه، این دنیا هر چی بدتر باشه، رنج بکشی، در بکشی، نشون میده خدا تازه بیشتر به تو توجه کرده، تو امتحانات تو می‌کنی، آسیبات تو می‌بینی، بعد اونجا میری خیلی دیگه کیف می‌کنی. همونطور که قرار بوده شما اینجا از می و معشوق بگذرید، اونجا هستن یکی از 4 تا رودی که روانه شرابه، بعدم معشوق و حوری و قلوان هم که ریخته. پس اصلا دیگه ما همه اون چیزایی که نداشتیم رو و یا نخواستیم رو اونجا هزار هزار برابرش رو خواهیم داشت. یعنی ذهنیتی که متاسفانه جامعه بودی حاکمه، متوجه نیستیم که این جوان ها یه جور دیگه حرف میزنن، شعاراشون هم مشخصه، یه ابتکاراتی دارن که برخی از افغانستان تعجب میکنه از کجا اینا در اومد. فوق العاده تشکر میکنم آقای دکتر هولاکویی. راست میگید، اونجا رو که تصویر میکنن، تصویر لاس وگاس نیست، بهشتی که میگن یه بخشی از لاس وگاس تازه بود شکوه از لاس وگاس. خیام که میدونه چی میگه، میگن گویان بهشت حور این خواهد بود، آنجا می و انگبین خواهد بود. ما اگر گرما می و معشوق گزیدیم چه با، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. من برای چی سرزنش کنید؟ گویند بهشت حور این خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود، گرما می و معشوق گزیدیم چه با، چون عاقبت کار چنین خواهد بود. چون می دیدید اون 4 تا چشمه که روانه، یکیش آبیست که گندیده میشه، ماء غیراسه، یکی شرابه، یکی شیره، یکی هم عسل. البته من فکر این که این همه عسل در حال حرکت چه مقدار زنبور رو جابش خود بکنه، چقدر چسبولی میشیم. من شیر و شراب رو میتونم بفهمم، ولی عسلش رو نمیفهمم چجوری، چون این 4 تا نهر دیگه، 4 تا نهریست که اونجا هست. خانما قلمان رو خواهم داشت، چون آقایون اینو نمیگن، قلمانن مردان سیاه چشم میگه، و بعدم آقایونم که حوری، اونم فراغون. بعدم یادتون باشه این هوریا و قلمانا جام می بودی، نه گذشته دارن، نه آینده دارن، نه خانواده دارن، نه احساس دارن، نه اندیشه دارن، نه باور دارن، نه اطلاع دارن. من نمیدونم، همه الکلی. صد رحمت به این چیزای پلاستیکی. بعدم بیکار اونجا هم بیبی ایستادم قطار به قطار، تا شما که چند تاشون هم دارید، یکی دوتا هم نیستن، 72 تا به سراغ شد. من اصلا باور نمی کنم که این فکر میکنه این حرف ها رو زد، و بی خود نیست بچه های ما حرف های عجیب و غریبی میزنن. تشکر میکنم دکتر.